بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه در خدمت آقای دکتر علی صدارت از آمریکا هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون. سلام به شما، سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم. خیلی سپاسگزارم که بازم دعوت ما رو پذیرفتین آقای دکتر. آقای دکتر، مزاحمتون شکر دادیم که این بار درباره یکی از مسائل مهم روز با شما صحبت بکنیم و درسایی که ازش میشه گرفت. یکی از این مهمترین وقایع مسئله اوکراین، جنبش همگانی مردم اوکراین، تحولاتی که داره صورت میگیره. البته بهتر میدونین، بینندگان ما خوب میدونن که در ایران تا یه حد خیلی زیادی اخبار تحولات اوکراین سانسور میشه، هرچند که آقای پور محمدی فرمودن که مردم یا برخی سیاسیون از این جریانات اوکراین این امرش رو مشتبه بشه که در ایران هم میشه از این اتفاق بیفته. میخواستم خواهش کنم که باز با توجه به وقت محدودی که داریم، لطف کنین یه شمای کلی اول برای بینندگان ما ترسیم بفرمایین و بعد بفرمایین که تشابهاتش با ایران چیست، چه درسایی ازش میشه گرفت. ممنونم از دعوتتون و خوشحالم که این فرصت برای اینکه در خدمت هموطنان گرامی باشم به من داده شد. عرشبت که همونجور که به درستی فرمودید، در ایران متاسفانه اخبار مربوط به کلیه جنبش هایی که ظرف چند سال اخیر اتفاق افتاده به شدت تمام سانسور میشه، از جمله این اخباری که مربوط به اوکراین هست. سعی میکنم که حالا از این فرصت استفاده بکنم برای آگاهی هموطنان عزیزم در داخل کشور از شرایط اوکراین و تشابهات و درسهایی که میشه آموخت از اون جنبش رو با اجازه شما در خدمت هموطنان عزیزم مطرح بکنم. خواهش. عرض شود که از مدتی پیش اوکراین مانند بقیه کشورهای اون حوزه تمایل داشته که به اتحادیه اروپا بپیونده. خب اتحادیه اروپا یک سری پیش نیازهایی رو مطرح میکنه. به نظر میاد که یکی از اصلی ترین مسائل مسئله حقوق بشر باشه. این مسئله حقوق بشر هم حالا صرف نظر از اینه که واقعا اون رهبران کشورهای غربی از ته دل باور داشته باشن بهش یا نداشته باشن، و یا اینکه آیا برای کشورهای ما بهش باور داشته باشن یا اینکه فقط برای مردم کشور خودشون، امری صلاح ده. ولی فقط اگر که به از دید بازار و از زاویه سرمایه و پول بهش نگاه بکنیم، این دیگه شکی نیست بعد از اتفاقات و تجربیاتی که بعد از جنگ سرد و بعد از تجربیات چین ماو و چینی که در حال حاضر داریم، میبینیم که واقعا لازمه یک اقتصاد شکوفا یک حداقل هایی است از رعایت حقوق بشر. این مناسبت پیدا میکنه از این اقتصاد مقاومتی که آقای خامنه‌ای دستورش رو صادر کرد. اول مثلا دستور صادر کردن واسه یک اقتصاد در همون ابتدا آدم دچار اشکال میشه، و ثانیاً اون مظروف یه ظرفی رو میخواد و اون ظرف واقعا وجود نداره در ایران. چینی که حتی لباسهای یکسان باید میپوشیدن رسیده به چینی که در به صدا دنیا تقریبا حرف اول میزنه و میبینیم که به کجا رسیده. خب در نتیجه این مسائل حقوق بشر در مورد اوکراین و اتحادیه اروپا هم صادق هست، از جمله چیزهایی رو که میخواستن از آقای رئیس جمهور اوکراین این بود که خانم یولیا تیموشنکو رو که در زندان که به نظر میاد یکی زندان سیاسی باشه تا یک زندان حقوقی هستش، اون رو آزادش کنه. اون خانم رو خصوص وزیر سابق اوکراین با این کش و قوس هایی که پیش میاد، بالاخره در 21 ماه نوامبر مجلس اوکراین این تقاضا رو، این طرح رو رد میکنه. حدود یک هفته بعد در نشستی که در اتحادیه اروپا بود و قرار بود که به هر حال با این رفت آمدها و مذاکراتی که بوده قرار بوده که عرض کنم که آقای رئیس جمهور اوکراین این قرارداد رو امضا بکنه با اتحادیه اروپا، عملا این کار انجام نمیشه و عملا در همون روز با روسیه با آقای پوتین یک قراردادی امضا میشه. یک روز بعد فردای اون روز عرض شود که توی میدون استقلال اوکراین توی کیف دانشجوها میان بیرون. بعد از اینی که دانشجوها آمدن بیرون به شدت سرکوب میشن و پلیس اونا رو دستگیر و مصدوم میکنه
و فردای اون روز هستش یا دو روز بعد از اون هستش که رهبران از کنم که اپوزیسیون به اعتراض به این دستگیری ها و خشونت ها اعلام میکنن یا فراخوان میدن برای تظاهرات عمومی و برای عزم خدمت شما اعتصابات عمومی. سه خواسته رو کم کم میارن روی میز ظرف ماهای دسامبر و بعد از اون، یکی آزادی خانم تیموشنکو، یکی استعفای ریاست جمهوری و یکی هم آزاد شدن تمام زندانیانی که در این جنبوجوش ها و در این تظاهرات دستگیر شدن. این انجام نمیشه، تظاهرات کم کم بالا میگیره، هرچی تظاهرات بالا میگیره سرکوب زیادتر میشه و هرچی سرکوب زیادتر میشه مقاومت زیادتر میشه. مقاومت در سرمای 24 درجه زیر صفر کیه ادامه پیدا میکنه و حتی از اون مثلا چادر زدن ها در میدان تحریر، در همون میدان استقلال که در شهر کیه پسش، به اصطلاح الهام میگیرن و این کاری میکنن و بالاخره شدیدترین برخوردها در روزهای حدوداً 16 17 تا 19 20 ارزن خدمت شما فوریه انجام میشه که در حدود مثلا 70 نفر مثلا کشته میشن. در همین هیس و بیس اتفاقات دیگری هم میفته. شهر لوف در تصرف تظاهر کنندگان در میاد و شهردار مجبور میشه به صورت عمومی در ملای عام به قول معروف استعفا و استعفانامه‌اش رو تقدیم بکنه. شهر کیف عملا محاصره دو طرفه میشه، از خارج به داخل سربازان حکومتی اجازه نمیدادن که آدم ها به خصوص جوان ها وارد شهر کیف بشن که به تعداد تظاهر کننده ها اضافه بشه و از داخل به خارج هم مردم جلوگیری میکردن از فرار اون مقاماتی که با بعضیشون هم با پول و طلا و اسناد و اینجور چیزا دستگیر شده بودن. در همین حوالی هستش که آقای رئیس جمهور آقای یانوکوویچ نخست وزیرش رو اخراج میکنه، به اصطلاح از اون کار برکنار میکنه و پیشنهاد میکنه به سران اپوزیسیون که پست نخست وزیری و معاونتش رو قبول بکنن و در همین به اصطلاح رفت و آمدها بوده که اتحادیه اروپا و وزیر خارجه فرانسه و آلمان و عرض کنم که لهستان این واسطه‌گری را انجام میدن و بالاخره این هر سه مطالبه رو میپذیره آقای به اصطلاح ریاست جمهور. قرار بوده در روز جمعه 21 فوریه، یعنی تقریبا یه هفته قبل، یا در جمعه 21 فوریه قرار بوده که سران تظاهر کننده مفاد توافقنامه را با آقای یانوکوویچ به اطلاع مردم برسونن. بسیار جالب بوده این قضیه که در رویترز و بعضی جاهای دیگه دیدم که انعکاس پیدا کرده. یک جوان 26 ساله‌ای به نام آقای ولادیمیر پاراسیوک، این آقا میادش روی اون سن، میاد روی اون صحنه، میکروفون رو در اختیار خودش قرار میگیره و اعتراض میکنه به سران اپوزیسیون که در پشتش قرار گرفته بودن وقتی داشته سخنرانی میکرده و عینن براتون میخونم که بستگان ما، دوستان ما هدف گلوله قرار گرفتن و رهبران ما با قاتل دست دادن. این شرم‌آور است که جوان 26 ساله آقای ویتالی کلیشکو، اگه درست تلفظ کنم اسمشون رو، که از رهبران به اصطلاح اپوزیسیون هستش، تنها کسی بوده که میمونه از رهبران اپوزیسیون روی اون صحنه و بعد از اینکه این جوان پاراسیو تمام میشه صحبتش، میکروفون رو به دست میگیره و معذرت میخواد از اینه که قبول کرده این توافقنامه رو و دست آقای یانوکوویچ رو به اصطلاح فشرده و باهاش دست داده. عرض کنم که این یک گریزی بزنیم به ایران، وطنمون، و به قول معروف اپوزیسیون، یا بگم بعد درست‌تر بگم بعضی از اپوزیسیون ایران که آقای موسوی تبریزی در تاریخ 26 بهمن 1392 به خوبی ترسیم کرد چهره این اپوزیسیون رو. اپوزیسیون رو هم بایستی که در ممیزه این گذاشت واقعا و تکرار میکنم بعضی از اپوزیسیون. ایشون اینجوری گفته، آقای موسوی تبریزی، یادآوری بکنیم که ایشون دادستان کل انقلاب در زمان آقای خمینی بوده، همون که دوران طلایی اون امام رو بعضی ها خواستار بوده.
از سران به اصطلاح اپوزیسیون، اگر که باز در ممیزین بذارید. ایشون گفته آقای موسوی تبریزی حکومت باید برای این اپوزیسیون خدا را شکر کند. ایشون این اپوزیسیون رو اینجوری به اصطلاح تعریف کرده، بی توقع ترین اپوزیسیون. چرا بی توقع ترین؟ آقای تبریزی گفته که در همان زندان نامه نوشتن که مردم باید در انتخابات شرکت کنند. انتخابات همه خدادی که گذشت سال 1392. باز ادامه میده، عده‌ای از ایرانیان هم مجبور شدند و به خارج رفتن، اونها هم از مردم برای شرکت در انتخابات دعوت کردند. خب واقعا جایی هیچ تعجبی هست واقعا که در ظرف دو ماه سه ماه مسئله عرض کنم که اوکراین برسه به اینجایی که آقای به اصطلاح رئیس جمهور فرار بکنه و بره به یک کشور خارجی و به این وضعیتی که دچار شده بشه؟ ولیکن در کشور ما با اینه که قانون اساسی خواسته شد بدون تنازل اجرا بشه و دوران طلایی امام که فاجعه ملی کشتار دهه 60 رو به همراه داشت و در اوجش تابستان 1360 و خاوران رو باید یادآوری کرد، همیشه سران به اصطلاح به قول اونا فتنه و از این ور رهبران جنبش سبز خواستشون این بود. خب بعد پرسید که یک جوان ایرانی که تو خیابان‌ها هست یا اون کسی که هنوز تو خیابان‌ها نیامده در جنبش خرداد 8 به چه مناسبت خودش رو بتونه راضی بکنه که بیاد که یک مهره از این رژیم بره و یک مهره دیگه بیاد جای این مهره فعلی رو بگیره، مثلا آقای جلیلی نیاد، آقای موسوی یا کروبی بیاد. ضمن این که از حقوق هر دوتا هموطن عزیزمون آقای کروبی و موسوی دفاع میکنن و از همسر ایشون، ولی خب بایستی که واقعیت رو به مردم گفت و دلیل از جوشش و جنبش افتادن اون به اصطلاح جنبش خود جوش مردمی رو در سال 1388 رو بررسی کرد. عرض کنم که آقای پور محمدی رو شما ذکر کردید، از اونم یه گفت‌آورد دارم اگر که اجازه بدید عینش رو میخونم براتون. یادآوریش لازمه که آقای مصطفی پور محمدی جزء کمیسیون مرگ بود، کمیسیون مرگ آقای خمینی که با دستخط خود آقای خمینی که دوران طلایی گویا داشته یه موقعهایی قرار یک سه تا سوال میکرده و آدم ها رو به جوخه اعدام میسپرده یا اینکه جونشون رو نجات میداده. حالا چی شده؟ یا آقا شده وزیر دادگستری، قرار است داد به گستراند آقای پور محمدی در دولت چی؟ در دولت تدبیر و امید. خب حالا اینا فرق دولت و حکومت هم البته خب نمیدونم که چی هست یا چی نیست یا فرقی نمیکنه در رژیم ولایت مفتقه فقیه، ولی به هر حال تدبیر قرار است باشد و امید. چی هست تدبیر و امید؟ ببینیم که چی هست. کشورهایی مانند اوکراین در حدی نیستند که کسی فکر کند که اگر در آنجا اتفاقی افتاده حالا در ایران حرکتها و حرفهای از این دست زده شود. از سعدی یادم افتاد شعری که گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست، رنگ رخسار خبر میدهد از سر ضمیر. عرض کنم که نشون میده که امثال آقای پور محمدی قاتل جانی بیرحم که به سادگی تونست اون احکام صد نفری رو صادر بکنه و جوانای این کشور رو به کشتن بده، چجور در دلش رعب و وحشت افتاده و تأسف دارم که چجوره که هموطنان ما در داخل کشور این رعب و وحشت رو نمیدونن. ببخشید، منظورتون اشاره میکردیم فقط برای روشن شدن اون کشتار چند هزار زندانی بیگناه سیاسی است در سال 67. بله بله، البته از خرداد 60 و شاید هم جلوتر از اون شروع شد این کشتارها، ولی ادامه پیدا کرد و اوجش رسید به همونجور که شما میدونید ولی تکرارش لازمه، تابستان 1367 و بعد از آن. عرض کنم که ادامه میده آقای وزیر دادگستری که نه کسانی که حال هوای دیگری دارند، ام برایش درست درست باید بخونم، نه کسانی که حال هوای دیگری دارند ام برایشان مشتبه شود و نه دوستان ملت و انقلاب و نظام احساس نگرانی و دغدغه داشته باشند. بله، گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست. بله. این دو تا مخاطب داره، کسانی که حال و هوای دیگری دارن. حال و هوای چی دارن؟ حال و هوای سرنوشتی بهتر از اینه که براشون رقم خورده.
چطور میتونه بپذیره یک ایرانی، یا ایرانی چطور، یک بشر چطور میتونه بپذیره در قرن 21 که این سرنوشتی که شامل حال ما شده است شامل حالش بشود. توجه داشته باشید هموطنان گرامی من، از اینا چند تا بیشتر نمونده در سراسر دنیا. یک کره شمالی، یک آقای ولی فقیه توی ایران، والا از اینا شاید بیشتر از تعداد انگشتان یک دست شاید بیشتر از اون نشه شمرد. آیا میپذیریم، آیا برازنده ما هست که ما جزء این اقلیت باشیم در سراسر دنیا؟ باید راجعش به نظر من فکر بکنم. خب حالا یک گفت‌وگوی دیگه باز بیارم براتون، ببینیم که این عرض کنم که اپوزیسیون چطور بود. حالا در خود به اصطلاح حکومت هم برای شما از وزیر دادگستری صحبت کردم. حالا بریم سر معاون اجرایی زندان اوین آقای جواد مؤمنی، که روی میزش یه عکسی از آقای لاجوردی قصاب اوین، همون که در سال 67 آن کرد که کرد، و خودش رو شاگرد کوچک آن استاد میخونه. بسیار شاگرد کوچک، یعنی اگر شاگرد بزرگ بود یعنی از مقدار کشتاری که آقای لاجوردی کرد بسیار بیشتر کشتار میکرد دیگه، شاگرد کوچکه. چی میگه ایشون؟ میگه حیف حالا که نمیشود آنجوری که باید با شماها برخورد کرد، حیف که دستمان بسته است. هموطنان عزیزم، دستشان بسته است. عرض میکنم خدمت شما، نه تنها دستشان بسته است که مثل دهه 60 و خرداد تابستان 1367 آن بکنن دوباره که کردن، حتی به شما نوید میدهم که به نظر من همان قدرتی رو، زوری رو که در سال 1388 هم داشتن به تعبیر من ندارن دیگه. درآمیختن افکار عمومی ایران، درآمیختن جامعه سیاسی و جامعه مدنی ایرانی با افکار عمومی دنیا، این بزرگترین ابرقدرت دنیا هست که توانسته فشار بیاره به دولت بیم و امید، یا یه چیز دیگه بود، امید و تدبیر، از شود که بله، و آقای خامنه ای، البته پشت اینا حالا آقای خامنه ای دیگه، که اینا دست آقای جواد مؤمنی کسی بسته شده است، و آقای عرض کنم که موسوی تبریزی کسی اونجور میگوید و آقای دادگستری هم جور دیگری میگوید. قدر زمان حاضر را بدانیم، گرچه مردم توی خیابان ها نیستند، از سال 1388 به حالا اینطور نبوده که منحنی مقاومت و منحنی جنبش منفی بوده یا حتی صفر بوده، یعنی صاف بوده، منحنی به سمت بالا بوده از لحاظ مقاومت، و به یه شکل دیگه منحنی مقاومت پیروز بوده در درآمیختن با افکار عمومی، بیشتر توسط رسانه‌های مردمی، اون چه که مثلا تلویزیون شما هست، رادیو عصر جدید هست و غیر و زاله. حالا قرار شد که هر سه مطالبه اپوزیسیون توسط آقای یانوکوویچ پذیرفته بشه، ولی به خاطر این صحبت‌هایی که شد و به خاطر این عرض کنم که صحبتی که اون آقای جوان در کیف کرد، این عمل کاملا به اصطلاح انجام شدنی نبود. خشونت‌ها و مقاومت‌ها بیشتر و بیشتر شد تا اینکه امروز می‌بینیم که عرض کنم که آقای یانوکوویچ سر از روسیه در آورد. خب اولا باید سوال کرد که آقای پوتین که جا داده به آقای یانوکوویچ، آیا همون آقای پوتینی که در دوران اول ریاست جمهور و دوران دوم ریاست جمهوریش بود؟ نه، به هیچ وجه. اون توانایی سابق آقای پوتین نداره، دنیا عوض شده است، سیر تغییرات در دنیا بسیار سریع بوده است. اموری که در طی قرون اجرا میشد و اتفاق میافتاد، در طی سالها و دهه ها هستش که اتفاق میفته در حال حاضر. آقای پوتین در واقع میترسه که امواج انقلاب از اوکراین به سمت مسکو پیش بره و اون بیاید بر سرش که خواهد آمد بالاخره، برای همین از جمله هستش که دلش خوزه. در واقع بخوام از این یک یا دو دقیقه وقتی که مونده استفاده بکنم با توجه به کمبود وقتی که داریم. مسئله‌ای که هست بایستی که درس بگیریم از اونی که درس دادیم به بقیه دنیا، درس دادیم، قدر خودمون رو بدونیم، درس دادیم به بقیه دنیا در سال 1357 که با
خشونت پرهیزی که نه، با خشونت زدایی میشه یک نظام شاهنشاهی 2500 ساله ای را که بزرگترین پشتیبانش آقای کارتر و اون اومد اون جزیره ثبات خون چند ماه بعدش به اونجا برسونیم که رسوندیم. دوباره درس بگیریم از خودمون و اون روش موفقی که در تمام دنیا بوده. یک چیزی رو در انتها خواهش میکنم اجازه بدید که من به سمع شما برسونم هموطنان عزیزم و گوش بدید در این جمله های آخر رو. رژیم با سه تا بحران بسیار بزرگ تونسته سر پا بمونه: بحران ادامه جنگ، بحران گروگانگیری و ادامه آن، و بحران اتمی. این یکی آخری اتمی هم به انتهای خودش رسیده. یک پنجره باز خواهد شد بعد از بحران اتمی برای ملت ما، برای هموطنان من، که بتونیم یک نفس سیاسی و اجتماعی بکشیم برای کنش و فعالیت و جنبش. باید از اون استفاده بکنیم، صرف نظر از اینه که آقای خامنه ای هم آقای خامنه ای، اولا آقای خمینی نیست، حتی آقای خامنه ای 4-5 سال پیش نیست در زمان 88 آنچه کرد. در نتیجه تمام ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند که ما برای استقرار و استمرار مردم سالاری و پیش برد آن البته به پا بخیزیم و جنبش بکنیم و قدر خودمون رو بدونیم. با اعتماد به نفس فردی و با اعتماد به نفس ملی. امیدوارم که با نوشیدن جام زهر بحران اتمی که به زودی اتفاق افتاده و با باز شدن پنجره از این فرصت بتونیم استفاده بکنیم و تمام امور تعیین سرنوشت خودمون رو در دست خودمون بگیریم. انشالله. آیتون خیلی سپاسگزارم. من فقط این یه نکته رو چون برام خیلی جالب بود این جریانات اوکراین اشاره کنم و از حضورتون مرخص بشم. یه مجموعه عوامل و نیروهای گوناگون داخلی و خارجی هم در اوکراین نقش بازی میکردن. من این مسئله رو در اوکراین با همین جنبش 88 ملت خودمون مقایسه میکردم و تفاوت نوع نگاه به مسئله. واقعا تنها چیزی که به نظر می اومد برجسته ترین چیزی که به نظر می اومد متفاوته این واقعیت بود که در اوکراین یه بخشی از مردم، می دونین که بخشی نیروهای راست خیلی راست هم در این مثلا جنبش شرکت داشتن، یه بخشی از مردم که واقعا خواستار تغییر دموکراتیک بودن همینجوری که اشاره کردین در اون شرایط سخت وایستادن و حاضر نشدن در درون سیستم فاسد به صدا حاکم راه حل قبول بکنن و برخلاف اون جنبش بسیار بزرگ و خشونت پرهیز لااقل 88. انشالله که بیشتر درس میگیریم از این تحولات. آیتون خیلی سپاسگزارم باز از وقتی که به ما دادیم. با آرزوی خوشبختی برای شما و همه هموطنان عزیزم.